بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. دنیا به وقت سجده تو می کند قیام، والا مقامی و شه و سرور بخوانمت. سجاده تو بوی خداوند می دهد، سجادی و به سجده آخر بخوانمت. از خطبه خوانی تو قیامت بپا شده، این گونه من قیامت اکبر بخوانمت. گفتی انا علی و علیوار دم زدی، تا که علی دوم حیدر بخوانمت. اخلاق نیک توست ابو حمزه ساخته، خلقن تو را معلم برتر بخوانمت. از کودکی دلت به غم و غصه مبتلاست، از کودکی به غصه برابر بخوانمت. در کربلا غمت دو برابر شد ای غریب، که سوگوار کشته بی سر بخوانمت. هم پای زینبی و به گودال قتلگاه، از راویان بوسه به هنجر بخوانمت. در شام و کوفه هم قل و زنجیر بوده ای، آری تو را اسیر مکدر بخوانمت. آمد مدینه زهر توان تو را گرفت، تا عاقبت تو را گل پرپر بخوانمت. صلی الله علیک یا علی ابن الحسین. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما سروران و گرامی و همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده و تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان شهادت امام سجاد علیه السلام را، و امیدواریم که روزه ها و مجالسی که گرفته میشه عزاداری های ما و شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشد انشاءالله. با احترام و با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما در خدمت سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین حجاوی رسولی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین انشاءالله، موفق باشین. تسلیت عرض میکنم خدمت شما. من خدمت شما تسلیت عرض میکنم، سلامت باشین انشاءالله، که شفاعت همه معصومین شامل حال شما باشه انشاءالله. انشاءالله استاد، با بینندگان عزیزمان احوال پرسی داشته باشین و سوالاتی که در خدمت شما بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. بینندگان عزیز و همراهان گرامی، همراهان همیشگی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که عزاداری هایتان مورد قبول درگاه ایزد متعال باشد و امیدوار هستم که ما را هم در از دعای خیرتان انشاءالله فراموش نمی کنید. در خدمتتون هستم انشاءالله. خب استاد محترم، سوالات امشب دیگر رقم رقم سوال داریم، الحمدلله بینندگان از من مهربانی دارن، ولی خب تا جایی که تایم برنامه اجازه بده ما انشاءالله سوالات عزیزانمون مطرح میکنیم. خواهد قبل از اینکه وارد سوالا شیم، پل ارتباطی خدمت بینندگان عزیزمان یک بار دیگه اعلام میکنیم، نمبر مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی ما و شماست. در واتساب میتونید سوالات و نظرات و پیشنهاداتون بر ما رای کنید. بیننده عزیزمان به نمبر مثبت 93-79-4 نمبر آخر 77-94 ایشان زمینه که تماس صوتی داشتن با برنامه با واتساب برنامه تشکر میکنیم از ایشان. سوالشان این بود که
چرا به وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام امام بیمار میگویند؟ ضمن عرض تسلیت خدمت شما مجددا و عرض تسلیت خدمت بینندگان عزیز و بیننده ای که ممکنه صدای ما را بشنوه و تصویر ما را ببینه، تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ایام شهادت امام زین العابدین علیه السلام را در جواب از این بیننده عزیز عرض کنیم که متاسفانه ای در فرهنگ ما یک مقداری رقم جا افتاده که به امام زین العابدین، امام سجاد و زینت عبادت کنندگان اطلاق شده که امام بیمار. و در کوچه و بازار و سرک و خیابانم دیده میشه که از این امام بزرگوار و از این مجاهد نستو که 30 سال بعد از جریان کربلا مجاهدت کرد، اما خب شیوه مجاهدت یک مقدار متفاوت بود به خاطر جو اختناقی که به وجود آمده بود. امام سجاد علیه السلام فقط و فقط در حادثه عاشورا و در روز عاشورا و هم به مشیت حضرت حق بیمار بود، به خاطر از اینکه جهاد از نفس وجود امام سجاد علیه السلام وجوبش برداشته شود و امام در میدان جهاد حاضر نباشه و به این طریق نسل امامت و نبوت حفظ شود، وگرنه امام سجاد علیه السلام بعد از حادثه عاشورا و جریان کوفه و شام یک انسان کامل و یک انسان بدون بیماری، اگر شما بعضی از اوقات انسان دچار بیماری میشه، اما ایتا نبوده که امام سجاد در طول عمر شریف خودشان بیمار و علیل و تبدار باشه که بعد بگن که امام بیمار. پس ای وصله ای ناچسبه که متاسفانه در فرهنگ ما به امام سجاد علیه السلام چسبانده شده. بنابراین ما باید این امام بزرگوار را از این لقبی که برش دادیم مبرا بدانیم. بله بله، و قطعا به حال حرکتی که از جانب امام حسین علیه السلام و یاران با وفای صورت گرفت و این ماندگاری پیام، خب یک شرایطی میخواد که خب قطعا باید یک بنیه باشه. بله. رقم با او بیماری که جا افتاده که صبح تا شام در بستر باشه با عقل جور در نمیاد. و چون ایام شهادت امام سجاد علیه السلام، خوب است این نکته ما بگوییم که امام سجاد کسی بود که در اثر سجده های طولانی پیشانی مبارک دارای آثار سجده میشد و حتی زانوهای امام آثار سجده رو به خودش میگرفت، اینا که بماند. و نکته دیگه ای که وقتی امام سجاد علیه السلام از دنیا رفتن و روحشان به ملکوت پرواز کردند، وقتی که وجود نازنین و جنازه امام سجاد علیه السلام را در روی او سنگ یا چوبی که به اصطلاح غسل می دادن وقتی قرار دادن، میگن که آثار پینه به پشت امام سجاد مشخص و هویدا بود. سوال شد که آثار پینه بر پشت امام سجاد چیست؟ بر پشت زین العابدین علی بن الحسین علیه السلام چیست؟ میگن این آثار او بارهایی را که شبانه حمل میکرده و به در خانه یتیمان و بیچارگان میبرده و با دست خودش غذا به اونا میداده، این آثار او بارهای شبانه هست. پس بنابراین شخص علیل و تبدار نمیتونه باری را حمل کنه، قطعا او بار حتما یک بیشتر از 20 کیلو وزن داشته که آثارش در طولانی مدت بر وجود ناظرین امام سجاد علیه السلام باقی مانده. پس اینطور نیست که امام بیمار بگوییم و متاسفانه وصلی ناچسبه به حضرت بزنیم. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. بیننده از ایمان به نمبر مثبت 93774 نمبر آخر 4362 شان سوال کردن که اگر در موقع مسح پا اگر پا تکان بخوره و حرکت کنه، آیا مس باطله یا نه؟ خدمت از این بیننده عزیز عرض کنم جناب حسین صاحب، او چیزی که مهمه در مس کردن، مثلا اگر به عنوان پای ما فرض کنیم، چون دست ما به پای ما نمیرسه، به عنوان پای ما فرض کنیم، او چیزی که مهمه باید پای ثابت باشه و دست کشیده شه، دست کشیده شه. ولی اگر این رقم باشه که ما دست میگذاریم به جایش پای این رقمی به صورت جلو چی بتیم حرکت بدیم، خب یک نوع مس هست دیگه، دست ثابت است، پای پیش حرکت میکنه، این گفتن باطله. و اگر مختصر حرکتی باشه که داشته باشه، این مختصر حرکت اشکال نداره. بله بسیار عالی. خب ما سوال دیگر فعلا نمیتونیم مطرح کنیم که میرسیم به تایم میان برنامه من.
فقط بیننده از من به نمبر مثبت 93 77 4 نمبر آخر 26 37 مهربانی کردن و سپاسگزاری کردن از عوامل برنامه، قدردانی کردن از برنامه، التماس دعای خیر داشتن. ما هم از ایشان متعاقباً التماس دعا داریم، انشاءالله که دعای خیر شما هم پشت سر عزیزان ما در استودیو باشه و خوشحال میشیم که برنامه ها انشاءالله که مثمر ثمر باشه. با اتفاق استاد محترم و بینندگان عزیزمان میریم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. همراه ما باشید. علی ابن الحسین را از نظر ابن زیاد گذرانیدند. پرسید کیستی؟ گفت علی پسر حسین. ابن زیاد گفت مگر علی ابن حسین را خدا نکشت؟ گفت برادری داشتم نامش علی، مردم او را کشتند. ابن زیاد گفت خدا کشت؟ گفت خدا جانها را به هنگام مردنشان می گیرد. ابن زیاد خشمگین شد و گفت در پاسخ من دلیری می کنی و هنوز دل داری که با من سخن کنی؟ او را ببرید و گردن بزنید. زینب عمه‌اش در وی آویخت و گفت پسر زیاد، هرچه خون از ما ریختی بس است. و او را در آغوش گرفت و گفت والله از او جدا نمی شوم، اگر او را بکشی مرا نیز با او بکش. ابن زیاد ساعتی به دندو نگریست، گفت خیشی عجیب است، به خدا سوگند که این زن دوست دارد با برادر زاده اش کشته شود. او را رها کنید، همین رنجوری وی را بکشد. علی با عمه خود گفت خاموش باش تا من سخن گویم. آنگاه روی به ابن زیاد کرد و گفت مرا از مرگ می ترسانی؟ ندانستی که کشته شدن ما را عادت است و شهید شدن کرامت؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بهار آسمان چارمینی، غریب اما امامت را نگینی. همه از کربلا تا شام گفتند امام عشق زین العابدینی. نگاهت ابر گریانی است در شام، عجب آینه بارانی است در شام. خبر در شهر پیچیده است، آری حضورت مثل طوفان است در شام. چه رازی داشت آخر سجده هایت؟ چه کردی در صحیفه با دعایت؟ که می آید خیالم هر شب و روز به پابوس شهید کربلایت. صلی الله علیک یا علی ابن حسین. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان با قسمت دوم برنامه به وقت بیداری و صورت پخش زنده مهمان لحظات شما عزیزان هستیم. زمینه که بیننده عزیزمان از ما به هر حال تشکری کردن از عوامل برنامه به نمبر مثبت 9377 4 نمبر آخر 6701، ایشان درباره ازدواج از کارشناسان ما سوال داشتن، مشاوره خواستن که به خصوصیشان پاسخ داده شده. و مثبت 98 902 75 97 95 ایشان سوال کردن که در لحظه پیچکاری و آمپول یک مقدار خون از بدن آدم میاد بیرون، آیا ای برای نماز اشکال داره یا نه؟ سلام مجدد خدمت سلام. شما و خدمت بینندگان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظاهرا از جمهوری اسلامی ایران بودن دیگه. بله، ما به جواب از این بیننده عزیز و سایر بینندگانی که اگر وقتی پیچکاری میشن یا سرومی وصل میشه به اینا یک مقدار خون در بدن از اینا میاد بیرون، باید بگوییم که اگر مقدار خون کمتر از بند انگشت ما باشه، یعنی کمتر از بند انگشت ما باشه، یا اگر این گودی وسط به اصطلاح دست نگاه کنیم کمتر از این گودی باشه، اینو میگن خونایی که معفو عنه، یعنی از اینا عفو شده، این خونا اشکال نداره. تا زمانی که این خون خون حیواناتی که به اصطلاح گوشت حرام گوشته، حیوانات حرام گوشت نباشه و از اون سه خونی که خواهرای بزرگوار با اونا مبتلا هستن از اون سه خون نباشه.
اگر از خون خود انسان باشه یا خون جراحتی شده، جراحتی باشه، یا اگر از خون یک مرغی کشته شده یا یک گاو یا یک گوسفند، یک خون در بدن یا لباس ما باشه، اگر کمتر از این بند انگشت ما باشه این اشکالی نداره. پس بنابراین اگر پیچکاری میشیم، اگر کدام سروم چیزی وصل میشه، یک مقدار خون میایه، این نماز ما اشکال نداره. چی در نماز ما در رقم پیچکاری باشه که بله، چی در خود بدن باشه و چی در لباس باشه هیچ اشکالی نداره و به نماز ما آسیب نمیرسانه. بسیار عالی. بیننده عزیزمان، صد از امارات متحده عربی به نمبر مثبت 971-52-74-79 ایشون سوال کردن که آیا وضو گرفتن در داخل تشناب، شاید منظورشون سنگ و کاسه تشناب باشه، آیا اشکال داره؟ یعنی خدمت از این بیننده عزیز عرض کنم که حتما قطعا به خاطر ضیق مکان است. احتمالا اگر ضیق مکان نباشه که آدم در و کاسه تشناب که وضو نمیگیره. اگر انسان در مجبور شود در کاسه تشناب وضو بگیره، بعد از این کاسه تشناب و اطرافش پاک شود، یعنی به گونه ای که وقتی ما صورت خودم میشویم و دستای خودم میشورم، باعث از این نشه که بدن ما چی شود؟ نجس شود. هیچ پروا نداره، انسان میتونه در کاسه تشناب هم اگر ضرورتی پیش بیاد در اونجا چی بگیره؟ وضو بگیره. هیچ مشکل خاصی از این نیست. بسیار عالی. دنبال کننده از من به نمبر مثبت 93-77-4-67-90 ایشون سوال کردن که شخصی میخواد که زنش را طلاق بده، از یک سو هم نمیخواد که پدر و مادرشون دیگه، حالا شاید دیگه رابطه ها خراب شده، دیگه هم دیگه اینا دیدن داشته باشن، میگه آیا میشه که در جلسه طلاق پدر و مادر حضور نداشته باشه؟ خدمت از بیننده عزیز و همه بینندگان عزیزی که ما را میبینن و صدای ما را میشنون، باید عرض کنیم جناب حسینی، چیزی که امروز متاسفانه در جامعه ما زیاد شده طلاق است. خب عوامل مختلف داره که ما سعی بری باشه که عوامل مختلف کاهش بتیم، که کاهش از عوامل مختلف باعث میشه که طلاق در جامعه کاهش پیدا کنه. حالا هر کس میفهمد و زندگی خودش باید آسیب شناسی کنه و او عواملی که باعث طلاق میشه که اعتیاد و گپای دیگه است، اونا را سعی کنه کاهش بده. و اما جواب از این بیننده عزیز، او چیزی که مهمه جناب حسینی صاحب در طلاق است که از ارکان طلاق دو شاهد عادل باید در جلسه طلاق که گفته میشه، و این را باید بگویم خدمت از این بیننده عزیز که طلاق ایقاع، یعنی یک طرفه، از طرف کی گفته میشه؟ از طرف شوهر یا وکیل شوهر. مثل عقد وارنیه که دو طرفه باشه، که هم ایجاب لازم داشته باشه، هم چی داشته باشه؟ قبول لازم داشته باشه. فقط یک طرفه، یک طرفه ایجاد میکنه. و او چیزی که مهمه در طلاق، علاوه بر از اینکه خانم در هنگام طلاق باید از عادت ماهیانه اینا پاک باشه، حضور دو شاهد عادل در جلسه هست. که اگر دو شاهد عادل در جلسه نباشه و صیغه طلاق خوانده شوه که ان لم یکنه، اصلا طلاق باطله، مثل از اینکه طلاق ایجاد نشه، پس حضور پدر دختر، مادر دختر، برادر دختر، کسی دیگه از طرف دختر یا از طرف زن واجب و لازم نیست. دو تا فقط شاهد، دو تا شاهد عادل, عادل لازمه. خیلی طلاق غیابی که گفته میشه ساده شده، طلاق غیابی هم رقم است، یعنی گفتیم حتی حضور خود بانو هم در مجلس طلاق لازم نیست. حضور خود خانم هم لازم نیست، البته به شرطی که از طلاق از طلاقهایی باشه که رجعی باشه، یعنی مرد طلاق دهنده باشه، که اگر باز خانم طلاق گیرنده باشه که طلاق خلع بهش میگن، یا هر دو نارضایتی از جانبین باشه که طلاق مبارات باشه، بازم حضور خود خانم لازم نیست. ولی خب اونا گپ و سخن خود با هم دیگر انجام دادن، مخصوصا در طلاق خلع خانم باید یا مهریه خود نگیره یا بیشتر از مهریه به راضی طرف را راضی کنه. خب این گپا را با تلفن و با جای دیگر میتونن با هم دیگر فیصله بتن. در خود مجلس حضور خانم هم لازم نیست، فقط دو شاهد عادل حتما باید ایره بشنوند و در اون مجلس حضور پیدا کنن. خب برای ایزی که کارم محکم کاری عیب نمیکنه جناب حسینی صاحب و بینندگان عزیز، در اون جلسه صورت جلسه هم شوه، به تعبیر شهود که هست یک طلاق نامه، یک نوت که نکاح خطی هست، یک طلاق نامه هم باشه که فردا برای ارائه به برخی جاها ممکنه لازم شوه. بله، بسیار عالی. انشالله که ما و بینندگان از من جزء نماز
برگزار کنندگان در اول وقت باشیم. عزیز دلمان به نمبر مثبت 93-76-61-06. ایشان سوال کردن که من اکثر اوقات نمازهای صبحم قضا میشه، آیا میتونین شما اگه برای من راه چای؟ متاسفانه جناب حسینی صاحب، این مشکلی بسیاری از جوان ها هست که مراجعه هم میکنن که ما دوست داریم نماز بخونیم و اهل نماز هم هستیم، یعنی نمازهای چهارگانه دیگر میخونه، بسیار نماز صبح هم دوست داره بخونه، اما با علتهای مختلفی نماز صبح از پیشش چی میشه؟ قضا میشه. حاجی رو حسینی بزرگ، یک از علتهایی که نماز صبح قضا میشه ای که انسان دیر وقت میشینه و کسی که تا یک شب دو شب چی با گوشی باشه یا مجلس باشه یا نشستن باشه یا تلویزیون تماشا کردن باشه، هر چی باشه، انسان وقتی ساعت 2 بجه شب بخوابه و قطعا ساعت 4-4:30 صبح که از آن سی بیدار نمیشه. بنابراین باید کنترل کنه خودشه که سر وقت مدیریت باید مدیریت زمان داشته باشه از ذره خواب و خوابیدن، و این بعضی از اوقات با شکم بسیار پرم انسان نباید بخوابه، یک مقدار غذای معمولی بخوابه که خواب انسان چی باشه؟ سبک باشه، نه خواب انسان سنگین باشه. و از همه مهمتر جناب حسینی صاحب و بینندگان عزیز، خودم عرض میکنم البته این فرمول را امام علی علیه السلام برای کسی داده که او میخواسته نماز شب بخوانه. نماز شب خوانده نمیتونسته که هیچی، مثل امزی شخص وره نماز صبحش هم انقریبی که قضا شو یا قضا میشده. آمده محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام گفته با اینی رقم آدم هستم، بخوایم نماز شب بخوانم، اما نماز شب که بمانه نهران ممکنه نماز صبح هم قضا شو یا بسیار دیر وقت خوانده شو. حضرت علی علیه السلام فرمودن شما روز باید حواس جمع باشه، کمتر گناه کنه انسان دیگه، حالا که زمینی گناه فراهم است جناب حسینی صاحب، با چشم و دست و گوش انسان مشغول انجام گناه است. گناه تنها اون نیست که انسان سر گردنه رو بگیره و مسافرها رو لچ کنه و پول پیسه اینا رو بگیره، کل دیگه زمین غیبت و تهمت و افترا و چشم چرانی، کل دیگه از اینا چیه؟ گناه است. پس بنابراین انسان اگر میخواد که نماز صبحش قضا نشه و بتونه نماز شب هم بخونه، روز خودش مدیریت کنه و گناه و معصیت انجام نده. بسیار عالی. من با اجازه استاد محترم دمی بیننده عزیزمون که برای نماز صبح سوال پرسان کردن، یکی از اساتید روانشناس میگفت که بحث علمی است که جریان خواب انسان یک جریان سینوسی است، 45 دقیقه خواب اوج میگیره، 45 دقیقه سبک میشه، باز دوباره 45 دقیقه اوج میگیره. میگفت شما اگر همین مطلب که فرمودید که زمان بندی کنین که هر 1.5 ساعت آدم راحت بیدار میشه، یا سر 1.5 ساعت یا سر 45 دقیقه، 2 ساعت و 45 دقیقه، 3 ساعت، همین رو میگفت شما از تایم اذان بگیرین دیگه، خواب تنظیم کنین که چه ساعتی آدم بخوابه که سر وقت بتونه راحت تر بیدار شه. بیننده عزیزمون به نمبر مثبت 93-79-38-56 سوال کردن که برای رهایی از بیماری چشم چرانی باید چه کار کنیم؟ خانش آباد که یک بیماری است و واقعا بیماریه و اعتیاد است، یعنی معتاد طرف من. طرف معتاد است. یک شخصی به ما میگفت که میگفت من مبتلای به همین بیماری هستم و خودم میفهمم که کار بسیار زشت است، کار قبیح است و مرا از خیلی از عبادات های دیگه میندازه. میگفت اول هفته با خودم عهد میکنم تا آخر هفته را من نمیتونم نجات پیدا کنم. برای زی بیننده عزیز که ممکنه ما را ببینه و صدای ما را بشنوه، توصیه بزرگان است که انسان وقتی که میخواد به یک صحنه نگاه کنه، عظمت حضرت حق مد نظرش باشه که خدای تبارک و تعالی ما را نهی کرده از این کار که این کار را انجام نتیم. و علاوه رزی این دیدنی که انسان میبینه خود چیزی که دستگیر انسان نمیشه غیر از که زی استرس باشه و استراب باشه و غیر از اینکه تشویش ذهنی برای انسان. یک وقتی انسان نگاه میکنه بعدش به اون میرسه، ازدواج میکنه، یک کاری خودی گپی نیست، اما وقتی که صرف نگاه و نگاه باشه، و میگن که روایت هم هست که یک نگاه شهوت آمیز تیریست از تیرهای شیطان. چطور انسان خودش در مقابل تیری که میبینه محافظت میکنه؟ و قدیم الایام سپر بوده و گپای دیگه بوده، الان هم که هر اگر انسان در مقابل تیر خودش قرار نمیده، خود چطور انسان خود در مقابل تیر شیطان از طریق نگاه قرار، تیر سمی
درود بر شما. و نه تیر معمولی، تیر معمولی رو مثل شما از بدن بکشی ممکن هیچ گپی نباشه، اما تیر سمی به تمام وجود انسان ای سرایت میکنه. پس بنابراین عظمت خدای تبارک و تعالی و وعده های عذاب اینا رو باید در نظر باشه، و وعده هایی که خدای تبارک و تعالی باز به روایت داریم که اگر کسی چشم خودش از نامحرم بپوشانه، میگه اگر انسانی چشمش به نامحرم بیفته و به خاطر عظمت خدای تبارک و تعالی چشم خودش پایین پرته، یعنی او نامحرم از حوزه دید خودش چه کنه؟ خارج کنه. میگه حلاوت و شیرینی ایمان در جان و دل و قلب خودش انسان چی میکنه؟ احساس میکنه. و نکته دیگه هم که ما سعی ما بری باشه، البته این رقمی باید بگویم که میگن یک شخصی آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، رست و مست و پسکنده، گفت که یا رسول الله ما میخوایم عمل شنی و شنی که نگفت، و اما تو گفت میخوایم زنا کنم. پیغمبر ناراحت نشد که مثلا اینه بگیره مثلا یا اصحابش را از مجلس بیرون کنه و فحاشی کنه و گپا، گفت که جوان، گفت که بله، گفت که شما اگر دوست داری زنا کنی، آیا دوست داری یک نفری با مادرت امی فعل را انجام بده؟ گفت نه یا رسول الله. گفت با خواهرت؟ گفت نه. گفت فرض مثال اگه دختر داشته باشی با دختر دیگه فعل انجام بده؟ گفت نه یا رسول الله. پس گفت چطور شمایی که حاضر نیستی با خواهر و با مادر با دختر دی عمل زشت انجام شه، با خواهر و مادر و دختر مردم میخوای کلا خل اصلاح شد؟ حالا ما اینو استفاده کنیم بگیم ما که دوست نداریم کسی به خواهر و مادر و دختر ما چشم چرانی کنه، پس چطور ما به خودمان اجازه میدیم که به خواهر و مادر و دختر کسای دیگه چشم چرانی کنیم؟ بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم و از شما بینندگانی که تا این لحظه همراه برنامه خود دارن هستین. برنامه به وقت بیداری، میریم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همراه ما باشید. همونطوری که در رساله ها است، راه های به دست آوردن احکام شرعی سه تاست، یا که انسان خودش مشتهد شود، یا که احتیاط کنند، یا که تقلید نماید. ما که توان مشتهد شدن رو نداریم، احتیاط هم بسیار سخت است، ما تقلید میکنیم از مرجعی که دارای شرایط باشه تقلید میکنیم. کسی بخواد که احکام شرعی خود رو به دست بیاره، اول اینکه مراجعین ما و احادیث و روایات پیغمبر و از اینا به دست میاره و او را در قالب احکام توزیع مسائل و استفتاءات برای مردم قرار میده و مردم از او به دست میاره. این مجتهدین احکام رو از روایات و آیات و قرآن و احادیث استفاده بیرون میکشه و در قالب رساله و استفتاءات اینها می نویسن و ما از اونها استفاده میکنیم. همونطور که مستحضر هستیم، ما همه مسلمان هستیم، مسلمان باید احکام شرعی خودش رو بلد بشه و الا اگر بلد نباشه، فرق بین مسلمان و کافر فقط احکام شرعیه که خداوند به پیغمبر نازل کرده، پیغمبر هم دستور داده و توسط ائمه و معصومین احکام شرعی به ما رسانیده شده، ما باید اینا یاد بگیریم و عمل نماییم. همین که مثلا نماز صبح دو رکعت است، نماز ظهر اینا که چهار رکعت است، اینا را که اصلا مجتهدین از روایات و احادیث قرآن بیرون میکشه و در قالب مثلا رساله و توزیع مسائل و استفتاءات اینا مینویسه و ما از اونها استفاده میکنیم. ببینید اصل هدف و خلقت انسان که خدا خلقت کرده، همونطوری فرموده ما خلقت الجن و الانس لیعبدون، ما خلق کردن جن و انس را برای اینکه مرا عبادت بکنه و اصل خلقت انسان برای عبادت است که خداوند را عبادت بکنه، و اینکه عبادت ما درست باشه باید احکام و شریعت رو بلد باشیم و درست انجام بدیم که مورد پذیرش خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره. الهی به حق الحسین و اخیه و اخته و جده و ابیه و امه و بنیه و شیعته و موالیه و تربته و زائره و مجاوره، نجنا من الهم الذي نحن فيه. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری و صورت پخش زنده مهمان لحظات صمیمی شما خوبان هستیم. استاد سرور عزیزمان سوال کردن که در سینه زدن در عزاداری، البته نمبرشان من نخوندم، مثبت 93-76-9500، که برخی ها میگن که سینه زدن در مراسم عزاداری نوع شرک محسوب میشه، آیا این قضیه صحت داره؟ پناه میبرم بر خدای تبارک و تعالی که انسان
قرآن گفته لا تقف ما لیس لك به علم. علم شما دنبال نکنید او چیز را که نسبت به او علم ندارید. خب ما از اون کسایی که یعنی شبهه را ایجاد کردن که مثلا طرف به عشق امام حسین علیه السلام، به عشق او کسی که پیغمبر گفت که قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، ما از شما به خاطر رسالت خودم مزد و پاداشی نمیخوام الا مودت و محبت نسبت به ذوی القربا و نزدیکان ما. و چه کسی نزدیکتر از وجود نازنین سید شهدا علیه السلام حسین منی و انا من حسین، یا که فرمودن ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و تعبیرات بسیار مختلفی درباره امام حسین و اون رفتارش. خب مسلمین چه شیعه و چه سنی گزارش کردن برای ما که مثلا امام حسن روی ران راست خودشون میگذاشتن، امام حسین روی ران چپشان میگذاشتن، لب از اینا رو میبوسیده، دندان از اینا رو میبوسیده، زیر گلوی از اینا رو میبوسیده و برای از اینا سواری میداده رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یعنی اینا با کول و پشت رسول خدا سوار میشدن، رسول خدا با اینا بازی میکرده. اینا چقدر مورد لطف و مرحمت رسول مقبول بودن. زینت دوش نبی بله، روی زمین بله. جایتون حالا شخصی به عشق و علاقه و به خاطری که با امام حسین علیه السلام مواسات کنه به سینه خودش میزنه به عشق امام حسین و به خاطر مظلومیت امام حسین. خب شرک هم که انواعی دارد دیگه. شرک در خالقیت، یعنی آیا کسی که به سینه خودش میزنه میگه جهان دو خالق داره، سه خالق داره، چهار خالق داره؟ استغفر الله ربی و عزیز. یا ما یک نوع شرک دیگه داریم، شرک در ربوبیت، که مثلا بگه خدای تبارک و تعالی جهان خلق کرد اما تربیتش را، اما مدیریت جهان، ربوبیت جهان سپرد به کسای دیگه، خودش دست بالای دست گذاشت. البته استغفر الله ربی و عزیز، ولی یک جای شیش به استراحت پرداخت. آیا کسی قائل به ایه؟ نه. یا مثلا شرک در عبادت، شرک در عبادت یعنی ای که انسان در هنگام خواندن نماز، در هنگام روزه، در هنگام حج، امر معروف و در هنگام عزاداری هم که یک نوع عبادت مستحبه، یعنی کسی را غیر از خدای تبارک و تعالی شریک بسازه، کی کار میکنه؟ کسی که به سینه خودش میزنه محبت خودش را ابراز میکنه نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام، نسبت به نزدیکان پیغمبر، به نص قرآن که خود قرآن گفته شما مودت داشته باشید و محبت. این شرک در عبادت نیست. پس چه رقم شرک؟ نه شرک در خالقیت، نه شرک در ربوبیت و نه شرک در عبادت. و اقسام دیگه ما توحید داریم که در مقابل شرک چه رقم شرک است. پس بنابراین این برمیگرده به روحیه تعصب و همون روحیه‌ای که از روی علم سخن نمیگوید. یک چیزی شنیده و خدمت شما عرض کنم، حالا بدون از اینکه تحقیق کنه، بدون از اینکه بررسی کنه، ایرا برچسب شرک به این عمل میزنه و حالا که خودش انواع شرک هم به تعبیری نمیفهمه. نخیر عبادته و وسیله نزدیکی انسان به خدای تبارک و تعالی، تعظیم شعائره. البته خب ما با خیلی کارهای دیگه که مصداق تعظیم شعائر نیست مخالف هستیم، ولی سیله زدن به عشق ابی عبدالله علیه السلام و عزاداری برای امام حسین علیه السلام این اعظم و بالاترین مسائلی است که میتونه تعظیم چی باشه؟ شعائر باشه. بسیار. و اینجا مطلب ایره که بیننده های عزیزمان انشاءالله از اون درک و فهم برخوردار هستن و توجه میفرماین که هر مطلبی رو که میایه او را سریع نشرش نتن یکم تعقل بکنن و مقصد حالا که در فضاهای مجازی. درود خداوند بر شما، درود خداوند بر شما، درود خداوند بر شما. اتفاقا میگه از یک نفری گفت که از یک حکیمی سوال کرد، گفت که شما چرا بیشتر ساکت هستی تا که به اصطلاح بیشتر گوش میدی تا سخن میگویی؟ حرف بسیار خوبی گفت. گفت من به خاطر که یک دونه دهان دارم و دو دونه گوش، به اندازه دو دونه گوش خودم میشنوم و به اندازه یک دونه دهان خودم صحبت میکنم. و این جالبه، راست میگی. مسیج برای ما میایه،
در واتساپ، در فیسبوک، تلگرام، هر جای دیگه ما نخوانده ای را فوروارد میکنیم، شیر میکنیم برای کسی دیگه. تعقل کنه انسان، بخونه راست دروغه کجا را ممکنه هدف گرفته باشه، ای چی انگیزه ای داشته. بعد از اینکه به یک جنبندی رسید، حالا دوست داشت میتونه شیر کنه، دوست نداشت اگر فایده ای میبینه بله، کار خوب باشه. درود بر شما، درود بر شما، سلامت باشین ان شاء الله. عزیز دلمون به نمبر مثبت 9377273 سوال کردن که آیا بعد از غسل جنابت وضو گرفتن لازم است یا نه؟ حضرت های دلال با تمام فقها در این زمینه فرمودن که بعد از غسل جنابت وضو گرفتن لازم نیست. نیست. یعنی نباید وضو بگیره طرف، با همون غسل جنابت میتونه نماز خودش را بخونه. و البته حضرت آیت الله العظمى سیستانی فرمودن هر غسلی که استحبابش چی شده باشه، ثابت شده باشه، با اون غسل میتونه انسان چی کنه؟ بدون وضو نماز بخونه. از جمله غسل روز جمعه که برای حضرت آیت الله العظمى سیستانی استحبابش ثابت شده، میگیم وضو لازم نداره. بسیار ان شاء الله خداوند توفیق عنایت بده به ما بینندگان عزیز که از فضیلت غسل جمعه غافل نشیم. ضمن که عزیز دلمون به نمبر مثبت 99 4 نمبر آخر 90 5 سوال کردن که آیا بدون وضو داشتن میشه که به اسامی پیامبر و ائمه علیهم السلام دست؟ خدمت شما عرض کنم این بحث حضرت آیت الله العظمى سیستانی، ما بعضی از اوقات رساله را میاریم، رساله جامع و رساله بسیار خوبی است، نسبت به رساله های قدیمی دستبندی بسیار خوبی داره. اگر یک وقتی اون رساله ها مثلا یک عباراتی داشته که عبارات مغلق بوده، پیچیده بوده، غیر از طلبه کسای دیگه نمیفهمیدن، سعی کرده او عبارات هم چی شوه؟ حل شوه. رساله جامعش فعلا هر 4 جلدش در سایت موجوده، یعنی در سایت حضرت آیت الله العظمى سیستانی دوستان میتونن رساله را هر 4 جلدش مطالعه کنن. در بازار فعلا یک جلدش بیشتر نیامده. حضرت آیت الله العظمى سیستانی در خدمتتون عرض کنم یک قسمتی داره، اگر ما بتونیم میره برای شما پیدا کنیم. بله، قرآن و اسمای متبرکه، مثلا یک فصلیه به نام قرآن و اسمای متبرکه که از صفحه 135 ای جلد اولش شروع میشه. در اونجا حضرت آیت الله العظمى سیستانی در مسئله خدمتتون عرض کنم که بله، در ادامه مسئله 405 در ادامه مسئله 405 این رقم میفرمایند که احتیاط مستحب است که اسم مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم الصلاة و السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها را هم بدون وضو لمس نکنه. پس اون جایی که میگن بدون وضو نباید انسان مس کنه قرآن است. بله، یعنی قرآن کسی حق نداره بدون وضو مس کنه، و اسم خدای تبارک و تعالی الله و نام مخصوص خدای تبارک و تعالی بارها گفتیم، به هر نامی که به هر لغتی که باشه، مثلا گاد در زبان عربی هم انسان بدون وضو حق نداره گاد اسم بزنه، و لغت های دیگه ای که نام مختص الله پاکه و او صفاتی که اختصاص به خود خدای تبارک و تعالی داره مثل رحمان و رحیم، اینا رو بدون وضو نمیتونه دست بزنه. خب در گوشیان هم افزارهایی که هستش، خب دعاها و قرآن کریم هم هست، این لمس روی صفحه نه نه گوشی لمس صفحه حساب میشه و لمس اون نوشته حساب نمیشه. همینجا یک نکته دیگر هم خدمت در مسئله 408 حضرت آیت الله العظمى سیستانی خوب است، ممکنه سوال باشه برای بینندگان عزیز. دیدیم بعضی جا نوشته میکنه الله یک دانه الف نوشته میکنه، دو دانه چی میذاره؟ نقطه میذاره. این حکمش چیه؟ گفته لمس الفی یا یکی که بعدش دو دانه چی داره؟ نقطه داره، که به جای اسم الله نوشته می شود. و نیز لمس ضمیری که به الله برمیگردد، بسمی تعالی، بله، اون ضمیری که به الله برمیگردد در بسمی تعالی، یا هوی در هو الباقی بدون وضو جایزه. اینا را میتونه انسان بدون وضو، بسمی تعالی که نوشته میشه، بله، بدون وضو اشکالی نداره. بله، بسیار عالی. بیننده عزیزمان به نمبر مثبت 966 54 نمبر آخر 5287 از عربستان سعودی به تماس شدن و سوال کردن که شک بین 2 و 3 را توضیح بفرمایید. در این زمینه حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که انسان وقتی که البته در نماز 4 رکعتیه دیگه، ما او مقدمات و مؤخراتش نمیگیم که
شکیات سه قسم است، شکای باطل کننده، شکایی که نبایدش بهش اعتنا کنیم و شکای صحیحی که چی داره؟ دستور و قاعده داره. این شک بین دو و سه هم از اون شکاییه که دستور و چی داره حسین صاحب؟ قاعده داره. پس بنابراین اگر ما بعد از سجده دوم، یعنی بعد از اینکه سجده دوم تمام کردیم، بالاشتیم یا در حال بالا شدن بودیم، شک کردیم که دو رکعت نماز خواندیم یا سه رکعت نماز خواندیم، میفرمایید بنا را برای باید بگذاره که انسان سه رکعت خوانده. یعنی این می سجده ای که بالا شده سجده رکعت چندم است؟ رکعت سوم است. خب اگه رکعت سوم باشه نماز چند رکعتی است؟ چهار رکعتی. باید بخیزه یک رکعت نماز دیگه هم بخونه و بعد از اینکه یک رکعت نماز دیگه خواند و تشهد و سلام گفت، میگن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده باید بخونه. نماز احتیاط استادم فقط نیت میکنه و حمد میخونه، سوره هم نداره و باید آهسته هم چیه خوانده شو. یک رکعت در اون یک رکعتی خودش رکوع داره، دو تا سجده داره، تشهد داره و سلام. و فرمودند که بنابر احتیاط واجب، حضرت آیت الله العظمى سیستانی فرمودند بنابر احتیاط واجب دو رکعت نماز احتیاط نشسته کفایت نمیکنه. پس در شک دو و سه بنابر سه میگذاریم، یک رکعت نماز دیگه میخونیم، نماز که تمام شد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده. بله بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه خود برنامه خودتون بودید. سوالات زیادتر از زمان برنامه بود و نتونستیم، بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که سوالات رای کردن. اگر بیننده برنامه هستن انشالله چنان که وقت داشته باشیم در برنامه‌های بعدی سوالاتتان مطرح خواهد شد. مثبت 964 780 255 413 پل ارتباطی ما و شما است. تا دیدار بعدی همه شما ازان را به خدای مهربان می سپاریم. خدایا را نگهدارتان.